به نام خدا در این کلیپ آموزشی قصد داریم که چند تا از امکانات ورد رو که هم کاربردی هستند و هم خیلی مهم معرفی بکنیم و سعی کنیم یه مثالهای کوچیکی ازشون بزنیم تا روش کار کردن بهشون رو یاد بگیرید اولین مبحثی که معرفی میکنیم بحث لینک یا همون هایپر لینک هست اگر بخواید یک به اصطلاح قسمتی از متنتون به یک فولدر به یک پوشه به یک صفحه وب و یا به یک ایمیل مرتبط بشه کافیه که اون قسمت رو هایلایت بکنید من میگم لینک لینک تستی این رو هایلایتش میکنم میام هایپر لینک رو از این قسمت کلیک میکنم میبینید که ش... اه... گزینه شورتکاتش هم همونجوری که اینجا مشاهده میکنید کنترل کی هست یا کلیک راست هایپر لینک میبینید که چهار تا گزینه اینجا وجود داری یعنی شما میتونید به یک فایل یا به یک صفحه وب به اصطلاح اه... لینک بکنید به یک قسمتی از صفحه داخل داکیومنت داکیومنتی که داخلش هستیم لینک بکنید به یک داکیومنت جدید یعنی وقتی کلیک کردیم یک داکیومنت جدید باز بشه و یا به یک ایمیل آدرس من مثلا اینجا به فایل ورد دو لینکش میکنم میبینید که به شکل آندرلاین و آبی رنگ در میاد نوشته که کنترل کلیک رو روش انجام بدید میبینید که همون فایلی که بهش وارد دویی که بهش لینک کرده بودیم باز شد و به همین ترتیب میتونید چهار تا مورد بعدی رو هم در لینک کردن تمرین بکنید اگر بخواید لینک رو بردارید کافی روش هایلایتش رو انت... انتخاب بکنید هایلایتش بکنید و بعد بیاید ریمو هایپ لینک رو کلیک بکنید پس من یه بار دیگه گزینه های هایپرلینک رو بگم اینجا نوشته که یک فایل یا یک صفحه میتونید هر کدوم از این فایل هایی که این فایل اصلی تست داخل اون پوشه قرار داره یکی از این فایل های داخل پوشه رو یا اینکه یک صفحه وب رو و یا اینکه فایل های اخیری که باز شده به یه قسمتی از صفحه که حالا خواهم گفت بوکمارک چه جوری قسمتی از صفحه مشخص میشه یا یک داکیومنت جدید تو این آدرس و یا یک ایمیل با ایمیل آدرس نوشته شده در اینجا سابجکت و قسمتی که اینجا میبینید میتونید به ایمیل به اصطلاح متصلش بکنید قسمت بعدی که با هم بررسی می کنیم بحث بوکمارک فرض کنید که شما یک داکیومنت ان صفحه ای دارید صد صفحه هزار صفحه میخواهید که یک سری قسمت هاش رو مشخص بکنید مثلا ابتدای هر فصل رو مشخص بکنید برای اینکه این اتفاق بیفته باید بوکمارک براشون بسازیم من میام ابتدای فصل دوم رو اول ابتدای فصل اول رو بسازیم هایلایت کنم بوکمارک بذارید من این هایی که از قبل وجود داره رو پاک بکنم خب میگم اول عدش میکنم میام ابتدای فصل دوم قرار میگیرم بوکمارک دوم دوباره عدش میکنم میام انتهای ابتدای فصل سوم قرار میگیرم هایلایتش میکنم بوکمارک سوم حالا اه. چی چجوری از اینها استفاده کنم فرض کن که ابتدای صنعت هستیم میخوایم بریم ابتدای فصل سوم بوکمارک رو میزنم روی فصل سوم کلیک میکنم که در بوکمارک هست گو تو رو که میزنم میره ابتدای فصل سوم وای میسته میخوام برم فصل دوم بوکمارک رو انتخاب میکنم فصل دو دوم گو تو ابتدای فصل دوم برای ما موس رو می داره. به همین ترتیب میتونید برای قسمت هایی از صفحتون بوکمارک به اصطلاح قرار بدید یه نشانه یه, یه فلگیه یه پرچمی که قرار میدید شما اون قسمت های متنتون شناخته شده است حالا من یه تو بحثمون یکم برگردم عقبتر اونجایی که در قسمت هایپرلینک گفتم پلیس این this document یه قسمتی در این داکیومنت این همون بکمارک هاییه که ما ساختیم و میتونیم فهرستی بسازیم و هر کدوم از به اصطلاح آیتم ها رو لینک کنیم به بکمارک هایی که قبلا ساختیم مثلا بذارید من قشنگ عملی نشونتون بدم من یه فهرست می سازم. فهرست فصل اول فصل دوم فصل سوم خب من میخوام اینجا لینک بشه به بوکمارک فصل اول هایپرلینک رو میزنم Place in this document اول اوکی اینجا لینک بشه به بوکمارک فصل دوم اینجا هم به بوکمارک فصل سوم place in, the, uh, in, this document سوم اوکی okay. حالا میبینید که اگر کنترل رو پایین نگه دارم و هر کدوم از اینا رو کلیک بکنم میرم وای میستم ابتدای به صلاح اون قسمتی که بوکمارک شده کنترل رو نگه میدانم میزنم کلیک میکنم میبینی ابتدای فصل سوم وای میسته پس این هم بحث هایپرلینک و بوکمارکی که با هم دیگه بررسی کردیم خیلی جاها توی نوشتن مقالات پایان نامه ها و داکیومنت های به اصطلاح اداری مهمه و شما میتونید از این قسمت استفاده بکنید اما یه زمانی یه سری داکیومنت هایی برای شما میفرستن که میگن اصل داکیومنت رو تغییر نده ولی هر جایی از داکیومنت نظری داری اون رو برای ما بنویس. توی حالت فیزیکی میگن حاشیه نویسی کن برای من توی قسمتش یه چیزی بنویس که من بدونم مثلا نظرت راجع به اون متن چیه در ورد همچین امکانی با کامنت به اصطلاح مشخص میشه فرض کنید که من تو فصل اول یه متنی نوشتم میخوام برای این متن یک کامنتی بذارم که خود فایل ورد رو تغییر نده محتویات تکست رو تغییر نده ولی یک کامنتی روش باشه هایلایتش میکنم کامنت رو میزنم میبینید که اینجا یک کامنتی ظاهر میشه من میگم این مت قابل قبول نیست اوکی میبینید که مت سر جای خودش هست در این حال یک کامنتی برای اون ظاهر شده که باز برای این کامنت میتونید کامنت های جدید تر بذارید و به اصطلاح یه جورایی چند تا کامنت پشت سر هم بخوره در حالی که متن اصلی تغییر پیدا نکرده بسیار خوب این هم بحث کامنت بود که میتونید برای هر کدوم از قسمت های فایل وردتون کامنت هایی رو بذارید و یه جورایی میگم شبیه به هاشی نویسیه بدون اینکه متن اصلی تغییر پیدا کنه اما قسمت بعدی که بررسی میکنیم بحث هدر، فودر و پیج نامبره تقریبا مثل هم هستند شما ممکنه بخواید تمامی فایل ها یک به اصطلاح سرصفحه مشخص داشته باشه اگر هدر رو انتخاب بکنید میگه که میخواهید که بالای صفحه سمت چپ قرار بگیره وسط قرار بگیره این به یه سری استایل هایی رو برای شما بیاره مثلا فرض کنید که من این استایل رو انتخاب بکنم میبینید که مقاله اول میبینید که اگر این رو من توی هدر قرار بدم توی تمامی صفحات این وجود خواهد داشت ببینیم توی تمامی صفحات حالا اگر کوچیکش بکنیم میبینیم که تمامی صفحات این هدر رو داره خب میتونیم طرح هدر رو از قسمتی که مربوط به اون هست مربوط به دیزاینش هست عوض بکنیم هدر میتونه توی یکی از این ترها باشه میتونید عین همین موضوع فودر انتخاب بکنید براش یعنی توی پاورقی سری چیزایی رو بنویسید مثلا بذارید من یا همچین پاورقی خوشکلی انتخاب بکنم میبینید که باز در تمامی صفحات به صورت پاورقی ظاهر میشه میتونید یه متنی هم به این پاورقی اضافه کنید برای اینکه به متن هدر و فودر دسترسی داشته باشید فقط کافیه که در قسمت بالا یا پایین صفحه دوبار کلیک بکنید کنترل برنامه میاد روی بحث هدر یا فودر و در نهایت بحث پیج نامبره که میگه شماره صفحات رو در تاپ آف پیج بالای صفحه بندازم پایین صفحه بندازم در هاشیه صفحه بندازم یا نه همون جایی که قرار داری صفحه اه, به اصطلاح همون پوزیشنی که الان اونجا هستی برات بندازم اه, من حالا میذارم در اه, اه, پایین صفحه سمت چپ بعد که یه بار دیگه نامبر و فرمت پیج نامبر رو انتخاب بکنم اینجا میتونم مشخص کنم که شماره ها از یک 2, 3 شروع بشه به این ترتیب باشه A, B, T باشه A, B, C باشه و میتونم حتی مشخص کنم از چه شماره شروع بشه مثلا میتونم بگم از 5 شروع بشه شماره این به صلاح صفحات میبینید که صفحات شماره میخوره 5, 6، هفت و هشت اما نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که وقتی شما هدر یا فودر قرار میدید و وقتی که شما یک شماره قرار میدید به اصطلاح پیج نامبر قرار میدید برای تمام صفحات این اتفاق میفته در حالی که شما ممکنه بخواید مثلا صفحه 25م و صفحه چهل و هشتم که وسط این پیج ها قرار دارند شماره نخوره این پیش میاد زمانی که مثلا یه دارید یه مقاله چند بخشی رو آماده میکنید میخواید اسم فصل ها شماره نخوره و یا هدرفودر نداشته باشه یه صفحه خالی باشه که وسطش نوشته باشه مثلا فصل اول این کار به سادگی امکان پذیر نیست یه مقدار یه کوچولو سخته و اونم اینه که باید بیاید صفحات رو سشن بندی کنید در مباحث تکمیلی ورد به این مسئله اشاره خواهم کرد به حالت طبیعی نمیتونید فایل ورد رو یه قسمتیش رو یه هدر قرار بدید یه قسمتیش رو یه هدر دیگه یا نمیتونید یه قسمتیش رو شماره بزنید یه قسمتیش رو شماره نزنید مگر اینکه بیایید صفحات رو سشن بندی کنید که راجع به این موضوع حتما در آینده صحبت خواهم کرد خب ما چیکار کردیم توی اینزرت هایپرلینک بوکمار هدر فودر و پیج نامبر رو بررسی کردیم ضمن اینکه این هم اشاره کردیم که هر کدوم از این هدر فودر پیج نامبر خودش یه سری دیزاین داره که میتونید باهاش انجام بدید چه میدونم مثلا اینجا میگه که صفحه اول متفاوت باشه زوج و فرد متفاوت باشه فاصله از بالا برای هدر فاصله از پایین برای فودر و یه سری امکاناتی که میتونید مثل عکس بندازید یه داکیومنت اینفو بندازید یه تاریخ ساعت بندازید در هدر و فودر یه سری امکانات معمولی که معمولی و البته به اصطلاح کاربردی که ورد برای شما در دیزاین مربوط به هدر و فودر آماده میکنه این جلسه هم خوب بود چند تا از امکانات خوب ورد رو گفتیم تا بریم آماده بشیم برای جلسه 6